د ښځو د حقونو له فعالې اغلې عادله زمانی سره بحث کوو. بانو زمانی، ممنون که وقت گذاشتید. امروز روز جهانی آموزش است. چرا تانست امارات اسلامی دن تانست آموزش را برای دختران هم جاری بسازه بعد از صنف 6 تا الی صنف 12 و همچنان دروازه های پوهنتون را باز بکنه؟ دلیلش در چی میبینین؟ سلام، وقت شما هم بخیر. ببینید، من فکر میکنم یکی از بزرگترین اهداف که حکومت سرپرست میتونه در راستای او کار بکنه و جز اهداف مهم خود قرار بده همین بحث بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران هست. دختران بالای صنف 6 و همچنین پوهنتون ها به روی جمله تمام محصلین دختر در افغانستان هستند. خب بعضی موارد در ذکر میکردم، بعضی دلایل داشتم مبنی بر اینکه نصاب تحصیلی باید تغییر بکنه یا آمادگی هایی باید گرفته بشه در این قسمت. من فکر میکنم 3 سال یا 2 سال و نیم فرصت مناسبی بود که این اتفاق رخ میداد، اما متاسفانه کمکاری های رخ داد و کمکاری های صورت گرفت و در این قسمت نیاز هست که کم سرعت بخشیده بشه به کار. به خاطر از اینکه ما اگر تصور بکنیم که دختران و زنان در افغانستان تا همیشه محروم میمونن از تحصیل یا میشه که اونها رو از تحصیل محروم کرد یا دروازه ها رو دیگه بسته نگاه داشت، این یک اشتباه هست، یک تصور و پیشبینی کاملا نادرست هست. این وضعیت باید تغییر بکنه. بنابراین حکومت سرپرست اگر خواسته باشه که در این زمینه موفق عمل بکنه، باید خیلی سریعتر پلان هایی که در نظر داره جاری بکنه و از خود زنان و دختران در این زمینه نظرسنجی داشته باشه، همراه اینا در واقع ارتباطات داشته باشه و این امکان به خانم ها در افغانستان فراهم بکنه. بانو زمانی، هشدار سازمان ملل به خصوص دفتر یونما در کابل راه را به کجا میرسانه؟ آیا فکر میکنین همه چیز با هشدار که گفته میشه اگر امارت اسلامی مکاتب را برای دختران باز نکنه، دروازه پوهنتون را باز نکنه، با جهان کنارگیری خواهد گرفت یا جهان با اینا تعامل نخواهد کرد، فکر نمیکنین راه حل این نیست که باید چنین هشدار داده شود و باید راهکار مناسبی که امارات اسلامی هم بتونه با او قناعت کنه و تحصیل دخترها اجازه بده به زودترین فرصت؟ چرا موافق هستم به این زمینه. هشدار دادن یا مدام تهدید کردن میتونه نتیجه برعکس داشته باشه. نوع تعامل سازنده و سازگار رو باید وجود داشته باشه بین حکومت سرپرست و جامعه جهانی. البته در این قسمت حکومت سرپرست هم باید انعطاف های در این زمینه نشون بده و انعطاف پذیری داشته باشه. اما به این قسم که ما بگیم همیشه تهدید کارساز هست یا تهدید باعث میشه که حتما جواب مثبتی در این زمینه گرفته بشه، نه. به این زمینه ما تجربیات داشتیم. تهدید کردن عملا این زمینه رو ایجاد نمیکنه و باعث نمیشه که حتما حاصل بشه نتیجه که مد نظر هست. من فکر میکنم باید سازگاری و انعطاف پذیری نسبت به واقعیات روز جهان از طرف حکومت سرپرست هم وجود داشته باشه و از طرف سازمان های جهانی یا سازمان ملل هم از راه تعامل و از راه تعامل سازنده پیش بره و این تعامل و نشست ها و گفتگوها داشته باشه تا در این زمینه بتونن به نتیجه برسن. در این میان قربانی اصلی یا کسانی که بیشترین ضرر رو میبینن خب دختران در افغانستان هستن و باید در راه حل سنجیده بشه که میزان مشکلی که ایجاد شده به دختران و به زنان در افغانستان به حداقل برسه. حالا اگر روی تعامل صحبت کنیم، چگونه میشه تعامل صورت بگیره؟ ای که چگونه میتونه سازمان ملل امارت اسلامی را قناعت بده و امارت اسلامی بتونه جهان را قناعت بده در مسئله تعلیم دختران؟ ببینیم، در ابتدای امارت اسلامی یا حکومت سرپرست باید یک نقشه راه روشن در مورد اینکه چه اصولی رو میپذیره در مورد تعلیم دختران بیان بکنه. ما بشنیدیم از خیلی ها در حکومت سرپرست مثلا بشنیدیم که اصولا امارت با تعلیم دختران مخالف نیه و حتی مقامات خیلی بلند پایه در امارت اسلامی معتقد بر این هستم که حق تعلیم حق و فرض هست هم بر زن و هم بر مرد. بارها این مسئله شنیده شده، نقل قولهای فراوانی گفته شده در سطوح بالا در امارت. خب نیاز هست به جز گفتن یک طرح و پلان عملی و جامع ارائه بشه به سازمان های جهانی. مثلا حکومت سرپرست بگه بر این مبنا، بر این اصول و بر این نقشه کار ما تعلیم و تحصیل دختران با توجه به مواردی که مد نظر ما هست میپذیرید. بعد از اون سازمان جهانی میتونه اون موارد بررسی بکنه، سازمان های جهانی میتونه اون موارد بررسی بکنم، از تجربیات دیگر اسلامی استفاده کنم و در این زمینه بررسی. تشکر میکنم فعال حقوق زن بانو عادله زمانی که وقت گذاشتید.